چشمت برونه میبینی خبرهای داغ هفته. شورای همکاری خلیج فارس نسبت به تحریف سخنان مرسی در تهران رسما اعتراض کرد. به دنبال اعتراض مصر، بحرین، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای دیگه عربی به تحریف این سخنان، گویا خود سوریه تنها کشور عربیه که به تغییر نامش از سوریه به بحرین همچین اعتراضی نداره. محمود بهمنی گفت دلار به 3000 تومان نمیرسد. به دنبال این سخنان رئیس کل بانک مرکزی، تمام بنگاه‌های شرط‌بندی لاس وگاس و ماکائو روی 3000 تومان شدن دلار در آینده بسیار نزدیک با نسبت 63:1 شرط‌بندی کردند. تهیه کننده فیلم قلاده‌های طلا گفت این فیلم یک سند تاریخی است. کارشناسای امور فیلم و سینما ضمن تایید این فرمایشات گفتند این فیلم به همون اندازه یک سند تاریخیه که فیلم گودزیلا یک فیلم مستند راز بقاست و سوباسا یک فوتبالیست واقعی برنده جام جهانیه. نماینده ولی فقیه در سپاه اعلام کرد که قراردادهای اجتماعی نمیتواند منشأ عمل ما باشد. ناظران معتقدند که اگر قراردادهای اجتماعی یا به اصطلاح همون قانون نتونه منشأ عمل حکومتی قرار بگیره، هرج و مرج، ناامنی، عدم ثبات اجتماعی و اقتصادی گریبان جامعه رو خواهد گرفت و وضعیتی پیش میاد شبیه به همین چیزی که الان توشیم. به گزارش فردا نیوز، پنیر، ماس، کره و شیر از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها به علت گرانی بی‌رویه حذف شده است. ناظران بر این عقیدند که به زودی و تحت مدیریت کم نظیر دولت خدمتگزار تنها رقم باقی مانده این سبد، یعنی خود سبد، هم حذف خواهد شد تا خانواده‌ها دیگه دلیلی برای نگرانی نداشته باشند. و دست آخر این که ایران از نظر تلفات رانندگی به رتبه اول دنیا رسید. کارشناسان ضمن تبریک این دستاورد عظیم به دولت و خدمتگزار افزودند جای این عنوان در کنار دیگر عناوین قهرمانی مانند بیشترین سرانه اعدام دنیا، آلوده ترین پایتخت جهان و بزرگترین اختلاس تاریخ کشور در ویترین افتخارات دولت مدیریت جهانی کم بود. آفرین.